درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من این ویدیو رو صرفا برای این دارم میسازم که حداقل اگر یک نفر هم با دیدن این ویدیو رأیش عوض بشه و نره دنبال اینجور سایت ها، یه کار ثواب انجام دادم و خوشحالم از این که تونستم به دیگران اطلاعات بدم. این سایت های پیشبینی که میبینید تمام به اصطلاح شاخ های اینستاگرام میگن که اینا مردم اینا رو شاخ کردن، طرف میاد، خیلی معذرت میخوام، با لباس زیر لایو میده، فالوور جمع میکنه، بعد پیج نمیدونم سایت پیشبینی میزنه، پول مردم رو دزدی میکنه، اون یکی میاد نمیدونم زن خودش رو میاره توی لایو لخ میکنه، اون یکی نمیدونم دخترهای مردم رو میگه بیاین تو لایو لخ برقصید، نمیدونم به خاطر اینکه فالوور جمع کنه بعدش بیاد بره این پولای مردم رو بخوره. این سایتاشون هستش. و اگر از کشور آلمان یا اتریش یا سوئیس نیستید، یوتیوبتون به هر زبان دیگه ای هستش، میتونید این کلمه رو توی ترنسلیت ترجمه کنید. نیش زیشا یعنی ناامن، نامطمئن. حتی وبسایت اینا هم ناامن و نامطمئن هستش، یعنی دزدن. من اومدم رفتم یه دونه چیزی ساختم، یه آیدی ساختم که بیام داخل براتون بگم که این چجوری هستش. نگاه کنید تمام این بازیایی که اینجا هستن، برای مثال ما میریم توی تخت نرد، شما از مبلغ 1000 تومن هستش تا 1,000,000 تومن. من حاضرم شرط ببندم شما این 1000 تومن، این نمیدونم 5000 تومن، این 10,000 تومن، این 50، این 100,000 تومن رو شما میتونید با مردم معمولی بازی کنید. و مطمئننم اینا اگر بازی کنید، مثلا اگر 1000 تومن بازی کنید برنده بشید، بهتون 2000 تومن نمیده، دو برابر نمیکنه، بلکه یه چیزی رو درصد خودش بر میداره. ولی اگر بیای بری 1,000,000 تومن بزنید، مثلا اینو بزنید میخوام بازی کنم، مطمئن باشید خود سایت، افراد خود سایت با شما بازی میکنن و طوری تاس میارن که خودشون برنده بشن و پول شما رو از حسابتون بکشن بیرون. بس مطمئن باشید تو این سایت ها هیچ وقت شما هیچ بردی ندارید. الان میریم برای بازی انفجار، من بهتون نشون میدم اونجا چه دزدی هستش. نگاه کنید بچه ها، این هم بازی انفجارش هستش. اینا غیر از اینکه دزدی کنن هیچ چیز دیگه ای ندارن. طرف نگاه کنید 500,000، 200,000، نمیدونم هر چقدر که فکر کنید این بالا میذارن، فقط طور این سایت رو برنامه نگاه کنید طرف چقدر باخته. اینایی که قرمز میشن همه دارن میبازن، طور این سایت رو چیز درست کردن که فقط کسایی که مثلا یه پول کوچیکی میذارن اونا یه خورده برنده شن که مطمئنا تو دستای بعدی دوباره بازنده میشن اونا. یعنی این سایت ها دو سر باخته، هیچی نداره. شما یعنی برید توی این بازی ها فقط و فقط میبازید. شما اگر برید توی این مکالمه گروهی نگاه میبینید، بعضی ها میگن که نمیدونم هر کی ضریب میخواد به من بگه، من بهش بگم ضریب چنده، که ما همیشه میگیم کل اگر طبیب بود سر خود دوانمود. تو اگر ضریب بلد بودی بگی، خودت پول میذاشتی، خودت برنده میشدی. مردم بعضی ها من نمیدونم اینا واقعا عقل ندارن، از کجا اومدن، چجوری زندگی دارن میکنن که میان حرف اینا رو باور میکنن، پول میذارن و به اینا میگم ضریب بگید ما بذاریم رو اون ضریب. مثلا اینجا میزنن برای مثال 100,000 تومن، بعد میذارن رو ضریب مثلا 7.91. طرف هم میگه مثلا ضریب رو بذار روی 8، بعدم میبازن تمام پول. اون کسی هم که ضریب رو گفته اشتباه گفته، که اونجا اصلا جوابگویی نیستش برای تو، میگه میخواستی نذاری، بعدم فرار میکنه، اصلا میره پیداش نمیکنید شما. این سایت ها شما توی این چیزا، توی این مکاتبه گروهی، شما مطمئن باشید یا فوش میبینید، اکثرا طرف داره فوش میده، یا اینکه علکی دارن میگن، افراد خود اون سایت ها میگن که نمیدونم بیاید من ضریب بهتون بگم و اینجور چیزا، پولدار بشید و فلان.
یا اینکه مردم همش دارن میگن که یکی از به من 10,000 تومن کمک کنه، یکی از به من 20,000 تومن کمک کنه، اون یکی میگه تو رو خدا به من 100 تومن بدید بهتون بر میگردونم، به امام حسین بر میگردونم، به جون مادرم بر میگردونم. نگاه همین استاد محمد، نگاه کنید کیا با من میزنن، یعنی اینکه کیا با من ذریب بهشون بگم اینا بیان برن اونجا بازی کنن ببرن. تو اگر ذریب گو بودی خودت میرفتی بازی میکردی. شما الان تو این اسما اگر یه استاد محمدی پیدا کردید من بهتون اینجا مدال میدم. اینا همشون افراد خود اونا هستن، دزدن، هیچ چیز دیگه ای هم ندارن. اینجا من بارها و بارها دیدم طرف اومده نوشته وای از کارت بابام 200,000 تومن کش رفتم همه رو باختم، تو رو خدا یکی به من پول کمک کنی بابام منو میکشه. نمیدونم اون یکی اومده نوشته 50 میلیون سرمایه‌ام رو آوردم اینجا همه رو باختم خودم رو به خاک سیاه نشوندم، نمیدونم اینجور چیزا. لطفا تو اینجور سایت ها نرید. اینایی که میبینید شاخ اینستاگرامی، من اسم نمیخوام ببرم این تن لشا رو بزرگشون کنم، اینا دزدی بیش نیستن، اینا کارشون همینه. خیلی ببخشید اینطوری حرف میزنم، معذرت میخوام اینطوری حرف میزنم. اینا میدونن که کیا حولن، چند درصد حولن، میگن بذار ما لایف بدیم، نمیدونم دختر بیاریم توی لایف لختش کنیم، اینا بیان ببینن، عضو کانال ما بشن، عضو فالوورای ما بشن، بعد از اینکه لایف دادیم تموم شدش اون موقع بیایم بریم تبلیغ پیجای بازیمونو بکنیم، سایتای بازیمونو بکنیم، پول مردم رو بخوریم. اینا این سایتا غیر از پول دزدی هیچ چیز دیگه ای ندارن. شما یک نفر رو اینجا نمیبینید که پول برده باشه. اونایی هم که میبینید توی استوریاشون میذارن نمیدونم فلانی از فلانجا با برده بازی نمیدونم یک ماشین فلان خرید به سال خرید، اینا همش دروغه. شما کدوم سایت قمار رو دیدید؟ کدوم سایت بازی رو دیدید که به نفع مردم کار بکنه؟ هر کسی الان به نفع خودش کار میکنه، هر کسی برای خودش میخواد پول در بیاره. اینا هم همینطوری مردم رو گول میزنن که خودشون پول در بیارن برای خودشون بخورن. وگرنه من موری دیوانه نیستم که بیام یه مغازه‌ای بزنم از هیچ کسم پول نگیرم بگم خواهش میکنم بیاید هم پول هم چایی بخورید، همین که یه پولی هم بهتون میدم بعدش برید. من اینقدر آدم مشتی هستم. اینا نگاه کنی علی شیما محمد صفر شدم کمکم کن، رضا نوشته توف، فقط فوش. نگاه کنید بچه ها چقدر قرمز داره چقدر سبز داره. این قرمزا بدبختا همشون میبازن اینجا. به محض اینکه 1,000,000 2,000,000 بیادش، 500 بیاد 400 بیاد، تر و خشک همه رو با هم دیگه میسوزونن، همه پول مردم رو میگیرن. اینا غیر از دزدی هیچ چیز دیگه ای ندارن. همین چند وقت پیش مگه نبودش یه دونه دختره از توی ایران رفت ترکیه؟ الان اکثر اینا ترکیه هن. یعنی 95% دارنده های این سایت تو ترکیه دارن زندگی میکنن. دخترم دید همه دارن پول در میارن، گفت چیکار کنم، سریع اومده 4 تا فیلم از خودش گذاشت با لباس زیر، فالوور جمع کرد. دقیقا بعد از اینکه فالوورش از نمیدونم 100,000 تا 200,000 تا رفت بالاتر، فردای اون روز اومد گفت برید تو نمیدونم چی بت چیز من با سایت من بازی کنید و پولدار بشید. خودش تا دیروز داشت گرسنگی میکشیدش، پول خرجی خودش رو از یه رای دیگه در می آوردش، الان برید تو سایت من پولدار بشید. خدایی نکنید تو این سایت ها نرید، چون هیچ بردی نداره، غیر از دزدی هیچ چیزی دیگه ای نداره. شما مطمئن باشید دارنده های این سایت ها رو پولدار میکنید، خودتون یک قرون پول نمیبرید. من برای مثال میگم اوکی شما 100,000 تومن گذاشتی، 500,000 تومن بردی، آیا در خودت این رو میبینی که
عمرن با 100 تومن 500 تومن که نمیبری، عمرن دارم میگم، ولی با آیا در خودت این رو میبینی که با 100 تومن 500 تومن بردی سری پولت رو برداشت کنی از سایت بیای بیرون دیگه هیچ وقت سمت اون بازی نری؟ ولی متاسفانه بازی قمار و اینجور چیزا اینطوری نیست. شما هر چقدر بازی کنی اون بازی طمع داره، شما هی میخوای پولت رو زیادتر کنی، پولت رو زیادتر کنی، میری زیادترش میکنی تا جایی میرسی که دوباره پس رفت میکنی، میای پایین، پولتو که میبازی هیچی، یه چیز دیگه هم باید روش بذاری، دوباره بیای بازی کنی و ببازی. الان اینجا هم اگر نگاه کنی طرف نوشته یکی با 51 میلیون برد. اینا همه دروغه، اینا همشون افراد خود اون سایت هن که کسایی هم که مثلا مثل من اومدن این تو تازه ببینن چه خبره اینجا و فلانه، اینا رو گول بزنن بگن اوه طرف با 50,000 تومن 1 میلیون برد، منم برم اونجا ببرم. نه عزیزم، هیچ بردی نداره جز این که میبازی. این بازی دو سر باخته، چه شما بیاید برید انفجار رو بازی کنید، چه بخواید برید بازی های دیگر رو بکنید، هر بازی دیگه رو بخواید برید انجام بدید، همش رو میبازید. خواهش میکنم گول اینجور سایت ها رو نخورید، چون از اینجور سایت ها شما پولدار نمیشید. ببخشید سرتون رو درد آوردم.